درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه یک مهمترین خبرها. بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیکی شهر اصفهان، یک مقام ایرانی اعلام کرد که هیچ مستنداتی درباره حمله موشکی به اصفهان وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در پی انفجارهای بامداد جمعه در اصفهان هیچ آسیبی به سایت‌های هسته‌ای در ایران وارد نشده است. در پی حمله اسرائیل به ایران، ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی افت کرد و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. پلیس فردی را که با نارنجک و کمربند انفجاری وارد کنسولگری حکومت ایران در پاریس شده بود، بازداشت کرد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران از زمان شکست مذاکرات هسته‌ای به طور چشمگیری به ساخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر شده است. آمریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل مخالفت کرد و مدیر FBI میگوید هکرهای دولتی چین مترصد فرصت برای حمله ویرانگر به آمریکا هستند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 19 اپریل 2024 میلادی برابر است با 31 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. بعد از انتشار گزارش‌های مبنی بر شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیکی شهر اصفهان، یک مقام ایرانی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور چندین پهپاد را سرنگون کرده و افزود که هنوز هیچ مستنداتی درباره حمله موشکی به اصفهان وجود ندارد. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی العالم گفت هیچ حمله موشکی خارجی به ایران صورت نگرفته است. حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار پستی در پلتفرم ایکس نوشت چند ریز پرنده توسط پدافند هوایی کشور با موفقیت ساقط شده است. در میان این اخبار و اظهارات ضد و نقیض، یک مقام ایرانی به رویترز گفت که صدای انفجار در اصفهان ناشی از فعال شدن سامانه پدافند هوایی بوده است و این در حالی است که 3 مقام ایرانی در گفتگو با نیویورک تایمز تاکید کردند که یک پایگاه هوایی نظامی در نزدیکی شهر اصفهان مورد حمله قرار گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم درباره شنیده شدن صدای نسبتاً شدیدی در شرق اصفهان به نقل از سرتیپ دوم سیاوش میهندوست فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان اصفهان گفت این صدا مربوط به شلیک پدافند هوایی اصفهان به اشیاء مشکوک بوده و هیچ خسارت و حادثه ای نداشتیم. خبرگزاری فارس به نوبه خود از شنیده شدن 3 انفجار در نزدیکی پایگاه هوایی شکاری ارتش در حوالی اصفهان خبر داد. رسانه های ایران امروز اعلام کردند که این کشور مورد حمله یا ریز پرنده هایی قرار گرفته که شرکت فرودگاه های ایران را برانداشته تا پروازهای تهران، اصفهان و شیراز، فرودگاه های غرب، شمال غرب و جنوب غرب را به حالت تعلیق در بیاورد. انفجار در شهرهای ایران در دقایق نخست صبح امروز جمعه 31 فروردین ماه به خبر اول رسانه های بین المللی تبدیل شد. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش گفته است که انفجار اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه های پدافند ضد هوایی به شیء مشکوک بوده که هیچ گونه خسارتی در پی نداشته. تسنیم خبرگزاری سپاه صبح امروز جمعه با انتشار فیلمی از یک میدان در اصفهان به صورت زنده نوشته است که شهر در امن و امان است و از حمله خبری نیست. شبکه خبری المیادین وابسته به حزب الله لبنان به نقل از منابع ایرانی گزارش داده که هیچ حمله خارجی علیه ایران صورت نگرفته. اولاف شولز صدراعظم آلمان هم در واکنش به شنیده شدن صدای انفجار در 2 شهر ایران نسبت به تشدید درگیری ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هشدار داد. به تاکید کرد اکنون همه باید اطمینان حاصل کنند که این جنگ بیشتر تشدید نخواهد شد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش ها درباره حمله ای که به اسرائیل نسبت داده شده اظهار داشت که این کشور با هر گونه اقدامی که تنش ها را تشدید کند مخالف است و به ایفای نقش سازنده برای کاهش تنش ها ادامه خواهد داد.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم از ایران و اسرائیل خواست تا از تشدید تنش در خاورمیانه خودداری کنند. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا خواستار کاهش تنش شد و گفت که همتایان او در گروه 7 در مذاکرات کاپری درباره آن بحث خواهند کرد. عمان که همیشه میان تهران و غرب میانجیگری می‌کند، بعد از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر اصفهان آنچرا که حمله اسرائیل به ایران می‌خواند محکوم کرد. وزارت خارجه ترکیه هم از همه طرف‌ها خواست از اقداماتی که می‌تواند منجر به درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه شود خودداری کنند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل که به جناح راست افراطی دولت ائتلافی این کشور تعلق دارد در حسابش در شبکه ایکس در واکنش به حمله گزارش شده اسرائیل به ایران نوشت که این حمله ضعیف بوده است. علی‌رغم توییت بن‌گویر تا کنون اسرائیل رسما حمله به ایران را تایید نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در پی انفجارهای بامداد جمعه در اصفهان که برخی آن را حملات انتقام جویانه اسرائیل در واکنش به حمله جمهوری اسلامی توصیف کردند، هیچ آسیبی به سایت‌های هسته‌ای در ایران وارد نشده است. این آژانس در شبکه ایکس گفت که می‌تواند این موضوع را تایید کند و افزود که از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار خویشتنداری حداکثری از سوی هر دو طرف شده و تاکید کرده که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید هدف درگیری‌های نظامی قرار بگیرند. به دنبال وقوع انفجارهای روز جمعه در اصفهان که منابع آگاه آنها را به حمله اسرائیل مرتبط دانستند، مقامات جمهوری اسلامی با تقلیل اهمیت این رویداد اعلام کردند که قصد تلافی ندارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابعاد محدود حمله اخیر و واکنش آرام حکومت ایران از موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از وقوع جنگی تمام عیار در پی حمله موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل حکایت دارد. در پی حمله اسرائیل به ایران، ارزش سهام بازارهای بورس آسیایی افت کرد و قیمت طلا و نفت افزایش یافت. ارزش سهام شرکت خدمات مالی MSCI آمریکا در بازارهای بورس آسیایی در توپ امروز جمعه 2.6% و در مجموع ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی در این بازارها 1.47% افت کرد. با این حال، در پی انتشار گزارش‌هایی از محدود بودن حمله اسرائیل به ایران، وضعیت شاخص‌ها مقداری بهبود یافت، اما کماکان کمتر از روز گذشته است. در پی انتشار خبر حمله اسرائیل به ایران و احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه، قیمت ارزهای بین‌المللی هم نسبت به دلار افزایش یافت. قیمت طلا در بازارهای جهانی صبح امروز جمعه 1.7% اوج گرفت و به 2418 دلار برای هر اونس رسید، اما بعداً به 0.6% رشد کاهش یافت. در این میان قیمت نفت شاخص برنت دریای شمال صبح امروز جمعه بیش از 4% جهش داشت، اما در ساعت ظهر به 1.2% رشد قیمت کاهش یافته است. رمز ارز بیتکوین هم ابتدا بیش از 6% از ارزش خود از دست داد، اما سپس مقداری افزایش یافت. فردی که صبح امروز جمعه با نارنجک و کمربند انفجاری وارد ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی شده بود، از سوی پلیس پاریس بازداشت شده است. هنوز هیچ گزارشی درباره هویت این فرد و انگیزه احتمالی او منتشر نشده است. پلیس فرانسه امروز جمعه اعلام کرد به درخواست کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس در اطراف ساختمان کنسولگری تدابیر امنیتی اتخاذ کرده و آماده ورود به آن است. ببخشید، پلیس فرانسه تصریح کرده بود که در محل است و از ساکنان پاریس خواسته بود که از تردد در این منطقه خودداری کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع پلیس گفت که یک شاهد عینی مردی را دیده که با نارنجک و کمربند انفجاری وارد ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی شده است. رویترز هم به نقل از یک منبع در پلیس فرانسه گزارش داد که این شخص حدود ساعت 11 صبح به وقت پاریس وارد کنسولگری شده و با خود نارنجک و کمربند انفجاری تامین کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه دولتی آلمان ARD در وین
گفت ایران از زمان شکست مذاکرات هسته‌ای به طور چشمگیری به ساخت بمب هسته‌ای نزدیکتر شده است. وی با اعلام این موضوع که هیچ کشوری که هنوز بمب اتمی ندارد اورانیوم را تا سطح 60% غنی‌سازی نمی‌کند افزود ایران بیش از آنچه برای ساخت بمب هسته‌ای نیاز دارد اورانیوم غنی شده تولید کرده است. گروسی در این گفتگوی که روز جمعه انتشار یافت اشاره کرد که 90% برای بمب اتمی لازم است، اما 60% از نظر فنی تقریبا با 90% یکسان است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال تاکید کرد که جامعه جهانی باید هر کاری انجام بدهد تا ایران را از این کار باز دارد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان امروز جمعه 31 فروردین ماه از تلفات بالای انسانی در حمله اسرائیل به نوار غزه طی ماه‌های گذشته انتقاد کردند. وزرای خارجه گروه 7 شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه مشترکی که امروز جمعه منتشر کردند تصریح کردند: ما از تلفات جانی غیر نظامیان ابراز تأسف می‌کنیم و با نگرانی از تعداد غیر قابل قبول غیر نظامیان کشته شده از جمله هزاران زن، کودک و افراد آسیب پذیر یاد می‌کنیم. این بیانیه که نسخه‌ای از آن در سایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده در ادامه می‌افزاید: با شروع عملیات نظامی تمام عیار اسرائیل در منطقه رفح مخالفت، چرا که این کار عواقب فاجعه باری بر ساکن این منطقه خواهد داشت. وزرای خارجه گروه 7 در نشست جزیره کاپری ایتالیا از اسرائیل خواستند یک برنامه معتبر و قابل اجرا برای حفاظت از جان غیر نظامیان ارائه بدهد. تلویزیون آی 24 نیوز جمعه 31 فروردین ماه گزارش داد که ارتش اسرائیل
روز گذشته در نشسته هماهنگی با ارتش آمریکا طرحی را برای فعال کردن کریدوری بشردوستانه در غزه به منظور آمادگی برای عملیات زمینی برنامه ریزی شده در رفح در جنوب نوار غزه ارائه کرد. این کانال اسرائیلی به نقل از مقامات آگاه اعلام کرد که عملیات رفح قطعی شده و پرسش کنونی این است که چه زمانی این عملیات اجرایی خواهد شد. این کانال افزود که پیش بینی می شود کریدور بشردوستانه تا پایان ماه اپریل گشوده شود. I24 نیوز تاکید کرد اسرائیل واقف است که بدون افزایش کمک‌های بشردوستانه و فعال کردن کریدور، آمریکایی‌ها با عملیات در جنوب نوار غزه مخالفت خواهند کرد. از سوی سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل روز گذشته به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد که ارتش منتظر چراغ سبز برای آغاز عملیات خود در رفح است که طی دو مرحله انجام خواهد شد. به گزارش این سازمان فاز نخست این عملیات تخلیه ساکنان و آوارگان از این شهر را شامل خواهد شد و فاز دوم عملیات زمینی است که انتظار می رود هفته ها ادامه یابد. ایالات متحده روز پنجشنبه 30 فروردین ماه با اعمال حق وتو در شورای امنیت برای ممانعت از عضویت کامل فلسطینیان در سازمان ملل متحد عملاً از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از توی این سازمان جلوگیری کرد. آمریکا در نشست شورای امنیت پیشنویس قطعنامه‌ای را وتو کرد که به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه می‌کرد که کشور فلسطین به عضویت در سازمان ملل پذیرفته شود. بریتانیا و سوئیس به پیشنویس این قطعنامه رأی ممتنع دادند، اما 12 عضو دیگر شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. رابرت فود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده همچنان قویاً از راه حل دو دولتی حمایت می‌کند. این رأی مخالف با تشکیل کشور فلسطین نیست، بلکه به معنای تأکید بر این نکته است که چنین تصمیمی تنها در مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ممکن است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که مقامات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا اوکراین که اکنون تحت کنترل نیروهای روسیه است، گزارش دادند که مرکز آموزش این نیروگاه هدف حمله پهپادی تازه‌ای قرار گرفته است. مقامات منصوب روسیه در این نیروگاه که بزرگترین تأسیسات هسته‌ای در اروپا محسوب می‌شود، اوکراین را متهم کردند که پشت این حمله بوده است. روسیه و اوکراین از اولین هفته‌های این جنگ در سال 2022 که نیروگاه زاپوروژیا به دست ارتش روسیه افتاد، یکدیگر را متهم می‌کنند که در حملات به این نیروگاه دست داشتند. دو طرف هم چنین اتهامی را رد کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به خطرات حمله به این نیروگاه هشدار داده و گفته است که این حملات می‌تواند به یک حادثه بزرگ هسته‌ای منجر شود. بنابر اظهارات نیروی هوایی اوکراین در روز جمعه 19 اپریل، ارتش این کشور یک پروند بمب‌افکن تو-22 نیروی هوایی روسیه را بر فراز روسیه منهدم کرده است. گفته شده که نیروهای اوکراین برای اولین بار از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه این کشور تا کنون یک پروند از این نوع بمب‌افکن‌های مافوق صوت روسیه را سرنگون کردند. به گفته ارتش اوکراین این عملیات با همکاری سرویس اطلاعات دفاعی این کشور صورت گرفته و ضربه دردناکی به نیروی هوایی روسیه وارد کرده است. گفته شده که خلبانان این هواپیما صندلی‌های پرتاب شونده خود را فعال کردند و سقوط این هواپیما تلفات جانی بر جای نگذاشته است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. یک مرد در لهستان به اتهام کمک به توطئه نهادهای اطلاعاتی روسیه برای قتل رئیس جمهور اوکراین بازداشت شد. همزمان آلمان از بازداشت دو تن به اتهام جاسوسی برای روسیه خبر داد. دادستانی های اوکراین و لهستان روز جمعه با اعلام این خبر نام متهم را پاول کا عنوان کرده و گفتند که او در صدد ارسال اطلاعات امنیتی فرودگاه ژسوویشانکا در لهستان به عاملان روسی بوده و روز چهارشنبه بازداشت شده است. این فرودگاه که تحت کنترل نیروهای آمریکایی است، اغلب به رهبران بین‌المللی و امدادگرانی که در داخل و خارج از اوکراین سفر می‌کنند خدمات می‌دهد. در بیانیه دادستانی لهستان آمده که اگر این مرد مجرم شناخته شود، ممکن است به 8 سال زندان محکوم شود. رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI میگوید هکرهای مرتبط با دولت چین به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده نفوذ کرده و منتظر لحظه مناسب برای وارد کردن ضربه‌ای ویرانگر هستند. کریستوفر ری روز پنجشنبه 30 فروردین ماه طی سخنرانی در دانشگاه وندربیلت که متن آن در سایت اداره تحقیقات فدرال منتشر شده گفت که کارزار حملات سایبری گروه‌های هکری چینی با نام طوفان بولت با موفقیت شمار متعددی از شرکت‌های آمریکایی در زمینه ارتباطات، انرژی، آب و دیگر حوزه‌های حساس از جمله 23 اپراتور خط لوله را هدف قرار داده است. او در ادامه با اشاره به درگیری‌های مدرن و تهدیدات نوظهور تصریح کرد که چین در حال توسعه توانایی ایجاد ویرانی فیزیکی در زیرساخت‌های حیاتی ما در زمان انتخابی خود است و هدف از آن ضربه به زیرساخت‌های غیر نظامی برای ایجاد هراس است. انتخابات سراسری در هند با 969 میلیون تن واجد شرایط رای دهی از امروز جمعه آغاز شد. این انتخابات 6 هفته به طول می انجامد. در انتخابات جاری که از 31 فروردین ماه تا 12 خرداد ماه ادامه خواهد داشت، نارندرا مودی نخست وزیر 73 ساله هند در تلاش است برای سومین بار پیروز انتخابات باشد. کارشناسان هم پیروزی دوباره او را پیش بینی می کنند. احزاب اپوزیسیون می گویند در صورت پیروزی مودی، دموکراسی در کشور تضعیف خواهد شد. نخست وزیر هند متهم به آزار 230 میلیون شهروند مسلمان و اعمال تبعیض دینی در کشور است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.